درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. در پی صدور حکم اعدام برای توماس صالحی، ده ها تن از چهره های سیاسی، هنری و حقوق بشری صدور این حکم غیر انسانی را محکوم کرده و خواستار لغو آن شدند. پارلمان اروپا قطعنامه‌ای با خواست تحریم بیشتر تهران و تروریست خواندن سپاه تصویب کرد. دادگاهی در پرو حکم بازداشت متهم ایرانی پرونده توطئه برای کشتن اسرائیلی‌ها را صادر کرد. یک مقام ارشد گروه افراطی حماس گفت که در صورت تشکیل یک دولت فلسطینی این گروه اسلحه خود را بر زمین می‌گذارد. آمریکا تایید کرد که پنهانی سامانه موشکی دوربرد پیشرفته به اوکراین داده است. سنتکام از هدف قرار دادن 4 پهپاد و 1 موشک ضد کشتی حوثی ها خبر داد. و طبق لایحه جدید دولت آمریکا، تیک تاک در صورت تغییر ندادن مالکیت چینیش مسدود خواهد شد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز پنجشنبه 25 اپریل 2024 میلادی برابر است با 6 اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی. صدور حکم اعدام برای توماس صالحی، هنرمند معترض، موجی از واکنش ها و اعتراضات را در میان چهره ها و فعالان سیاسی، فرهنگی، هنری و حقوق بشری به دنبال داشته است. در همین زمینه نسرین ستوده از وکلای مدافع سرشناس و فعال حقوق بشر با انتشار پیامی در حساب کاربری فیسبوک خود ضمن محکوم کردن صدور این حکم نوشت: توماس صالحی در خطر است، چون هنر در خطر است، چون آزادی در خطر است و چون زن زندگی در خطرند. نسرین ستوده در پیام خود با اشاره به اینکه دیوان عالی کشور پیشتر حکم 6 سال و 3 ماه حبس را برای توماس ناعادلانه دانسته بود، نوشت که پرونده این هنرمند زندانی برای کاهش حکم به دادگاه برگشته بود، اما مجازات اعدام تنبیه کسانی است که حقوق انسانیشان را مطالبه می کنند. شیرین عبادی، حقوقدان و نخستین زن ایرانی برنده جایزه نوبل صلح، هم با انتشار مطلبی در اینستاگرام خود نوشت: جمهوری قتل و جنایت، کمر به قتل فرزند ایران توماس صالحی، هنرمند متعهد و مردمی بسته است. بیدادگاه جمهوری اسلامی قصد دارد کسی که ایستادن در سمت مردم و انعکاس صدای اعتراض آنها را رسالت خود می داند به قتل برساند. این حقوقدان برنده جایزه نوبل قصد جمهوری اسلامی از صدور احکامی سنگین از این دست را مرعوب ساختن انقلابیون ایرانی دانست و افزود این روشی است که تاریخ مصرف آن گذشته و مرزهای ترس مدت هاست که توسط جوانان ایران پشت سر گذاشته شده است. نازنین بنیادی، بازیگر و فعال حقوق بشر، عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کمالی کردستان ایران، حسین رونقی، فعال سیاسی، نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار، هانیه توسلی، بازیگر، ابراهیم حامدی، خواننده، و داریوش اقبالی، خواننده مشهور ایرانی، هم با انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی انزجار خود را از صدور این حکم اعلام کردند. پارلمان اروپا با رأی مثبت اکثریت اعضا قطعنامه‌ای در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل تصویب کرد که در آن از اتحادیه اروپا خواسته شده با تجدید نظر در استراتژی خود در قبال تهران، تحریم‌های جمهوری اسلامی را گسترده‌تر و سپاه پاسداران را به عنوان گروهی تروریستی شناسایی کند. پارلمان اتحادیه اروپا روز پنجشنبه 6 اردیبهشت ماه قطعنامه ای را در پاسخ به حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل به رأی گذاشت که در این رأی‌گیری 435 عضو پارلمان شرکت کردند
بر اساس نتایج رأی‌گیری 357 عضو پارلمان به این قطعنامه رأی مثبت و 20 عضو رأی منفی دادند. پیشنهاد دهندگان قطعنامه از اتحادیه اروپا خواستند در استراتژی خود در قبال جمهوری اسلامی ایران تجدید نظر و تحریم‌ها را گسترده تر کند. طی این قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا خواستار تحریم افراد و نهادهای بیشتری مانند بیت رهبری، ستاد کل نیروهای مسلح ایران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و فرمانده آن غلام علی رشید، نیروی دریایی سپاه و وزیر دفاع سرتیپ محمد رضا آشتیانی شده است. نشریه بریتانیایی اکونومیست و مؤسسه علوم و امنیت بین الملل بر اساس تصاویر تازه ماهواره‌ای گزارش دادند که بعد از حمله منتصب به اسرائیل به پایگاه هشتم شکاری اصفهان، جمهوری اسلامی ایران برای لاپوشانی حقیقت رادار آسیب دیده را با یک رادار تازه تعویض کرده است. این گزارش ها مدعی شدند که سامانه دفاع هوایی مستقر در محل با رادار آسیب دیده کار نمی کند و رادار نصب شده از مدلی متفاوت است. بر اساس این گزارش ها رادار آسیب دیده از نوع تومستون بوده و اکنون با رادار چیزبورد جایگزین شده که نمیتواند جای آن را بگیرد. اکونومیست در گزارش روز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه نوشته که تعویض رادار برای فریب آمریکا و اسرائیل نیست، زیرا این دو کشور خود دارای ماهواره های پیشرفته هستند و میدانند رادار تازه یک اقدام پوششی است، اما تهران با این کار به حامیان خود امکان میدهد تا مدعی شوند که همه چیز عادی است و به این ترتیب از گسترش بحران جلوگیری کند. قاضی دادگاهی در پرو روز چهارشنبه حکم 18 ماه بازداشت برای یک شهروند ایران و دو شهروند پرو را به اتهام تلاش برای کشتن دو اسرائیلی ساکن این کشور واقع در آمریکای جنوبی صادر کرد. پلیس پرو اسفند ماه گذشته از بازداشت یک ایرانی به نام مجید عزیزی به اتهام سازماندهی هسته تروریستی برای ترور یک اسرائیلی در نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه اوپک خبر داده بود. به گفته رئیس پلیس پرو، بازداشت ها بعد از تحقیقات و در هماهنگی با نهادهای اطلاعاتی بین المللی انجام شد. این نهادها اطلاعات محرمانه از عزیزی که در ماه مارچ وارد پرو شده بود ارائه دادند. هرچند توطئه ترور ناموفق ماند، اما پلیس و دادستان پرو بر این باورند که مجید عزیزی می تواند یکی از اعضای برون مرزی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشد که مسئول عملیات خارج از ایران است. یک منبع حقوق بشری میگوید متین حسنی از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات سراسری سال 1398 از سوی دادسرای عمومی و انقلاب بوکان به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی احضار شده است. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، احضار این معترض جوان در حالی است که او بهمن ماه گذشته توسط نیروهای حکومتی در شهر بوکان در استان آذربایجان غربی بازداشت و بعد از یک ماه بازجویی با قرار وثیقه 1 میلیارد تومانی به صورت موقت آزاد شده بود. متین حسنی روز سه‌شنبه سوم بهمن ماه سال 1402 تنها 2 روز بعد از انتشار ویدیویی از حضورش بر مزار یلدا آقا فضلی بازداشت شده بود. یلدا آقا فضلی معترضی بود که در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 بازداشت شد و بعد از آزادی از زندان به طرز مشکوکی درگذشت. در ادامه فشار بر خانواده‌های دادخواه در ایران، خبرها از فومن از بازداشت 2 خواهر و برادر مهران بصیر توانا حکایت دارد. سایت خبری کولبر نیوز روز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه خبر داد که مهسا، مریم و میثم بصیر توانا، خواهران و برادر مهران بصیر توانا، از جانباختگان اعتراضات سراسری سال 1401 توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. مهران بصیر توانا روز 25 آبان ماه سال 1401 همزمان با سالگرد کشته شدگان اعتراضات آبان 98 در شهر صومعه سرا هدف اصابت گلوله جنگی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفت و به شدت زخمی شد. او 3 روز بعد در 28 آبان ماه در اثر شدت جراحات ناشی از اصابت گلوله جان خود را در بیمارستان از دست داد.
در پی اقدام گروه افراطی حماس در انتشار فیلمی از هرش گولدبرگ پولین، یک مرد اسرائیلی 23 ساله گروگان در غزه که در آن یکی از دستان بریده شده او قابل مشاهده است، صدها اسرائیلی به خیابان‌های اورشلیم ریختند. معترضان خواستار موافقت دولت با شرایط حماس برای دستیابی به یک توافق هستند. این تجمعات اعتراضی روز پنجشنبه هم در تل آویو ادامه دارد. هرش گولدبرگ پولین یکی از صدها جوان اسرائیلی شرکت کننده در جشنواره موسیقی نووا در جنوب اسرائیل بود که در حمله اعضای حماس در روز 15 مهر کشته، زخمی یا ربوده شدند. تنها فیلمی که از هرش تا کنون وجود داشت مربوط به همان روز ربایش بود که او را با دست خونالود در احاطه شماری از اعضای حماس نشان می‌داد که با خود به سوی غزه می‌بردند. در پیش از 200 روز اخیر هیچ نشانه دیگری از او به دست نیامده بود. هرش در فیلمی که حماس چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه منتشر کرد، نام والدین و دو خواهر و برادر خود را برد و گفت آنها را بسیار دوست می‌دارد و می‌داند که در تلاش برای بازگرداندن او به خانه هستند. وی از دولت اسرائیل هم خواست که موجبات آزادیش و سایر گروگان‌ها را فراهم کند. بینندگان هشمند، در لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگان جمع می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی. تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم، کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الان هم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیر بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. یک مقام ارشد گروه افراطی حماس که رئیس هیئت این گروه در مذاکرات ماه‌های اخیر در دوحه و قاهره بوده، در یک گفتگو گفت که در صورت تشکیل یک دولت فلسطینی، این گروه اسلحه خود را بر زمین می گذارد. خلیل الحیه در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس در روز 5 اردیبهشت ماه گفت که
ما برای تشکیل کشور فلسطینی در مرزهای سال 1967 آماده هستیم و اگر این دولت تشکیل شود سلاح خود را زمین می‌گذاریم. به گفته او حماس آماده است با خلع سلاح و تبدیل شدن به یک حزب سیاسی در صورت برپایی کشور فلسطین در مرزهای سال 1967 موافقت کند. خلیل الحیه افزوده که حماس برای آتش بس 5 ساله یا بیشتر آماده است و در صورت تحقق شرایط مورد نظر بازوی نظامی حماس منحل خواهد شد. بعد از انتشار گزارشی از دستور وزیر دارایی اسرائیل درباره شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری، وزارت امور خارجه آمریکا این تصمیم را خطرناک توصیف کرد. ودان پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت این گزارش ها در مورد دستورالعمل های حمایت از شهرک سازی های غیر قانونی در کرانه باختری به نظر ما خطرناک و بی ملاحظه است. این اظهارات بعد از آن بیان شد که کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داد که وزیر دارایی اسرائیل در تلاش است تا روند قانونی سازی 68 شهرک یهودی نشین در کرانه باختری را آغاز کند. پاتل افزود که ایالات متحده با شهرک سازی ها مخالف و معتقد است که این شهرک ها قوانین بین المللی را نقض می کنند. رئیس جمهور فرانسه هشدار داد که اروپا با تهدید وجودی ناشی از تجاوز روسیه روبروست و از کشورهای این قاره خواست تا یک استراتژی دفاعی معتبر را اتخاذ کنند که کمتر به آمریکا وابسته باشد. امانوئل ماکرون روز پنجشنبه در سخنرانی در دانشگاه سوربن پاریس رفتار روسیه بعد از حمله به اوکراین را غیر قابل مهار خواند و گفت دیگر معلوم نیست که حد و مرز مسکو کجاست. و همچنین در مورد بی احترامی روسیه و چین به قوانین تجارت جهانی هشدار داد و از اتحادیه اروپا خواست که در سیاست‌های تجاری خود تجدید نظر کند. رئیس جمهور فرانسه گفت اروپای ما امروز فانی است و می‌تواند بمیرد. ماکرون به خطر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هم اشاره کرد و گفت که در دهه آینده خطر تضعیف یا حتی سقوط اروپا بسیار زیاد است. ایالات متحده تایید کرده که مخفیانه موشک‌های دوربرد را برای استفاده در میدان نبرد علیه روسیه به اوکراین ارسال کرده است. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در یک نشست خبری اعلام کرد که جو بایدن 2 بار در ماه‌های فوریه و مارچ تحویل سامانه موشکی تاکتیکی دوربرد ارتش موسوم به ATACMS را به اوکراین تایید کرده است. سالیوان همچنین در ادامه افزود که این تصمیم در واکنش به خرید تسلیحات روسیه از کشورهای دیگر گرفته شده است. و همچنین گفت که این تصمیم ما به دنبال خرید و استفاده روسیه از موشک‌های بالستیک کره شمالی علیه کیف و همچنین حملات جدید و تشدید شده این کشور علیه زیرساخت‌های غیر نظامی در اوکراین بوده است. وزیر خارجه آمریکا از ایالات متحده و چین خواست تا اختلافات خود را مسئولانه مدیریت کنند. آنتونی بلینکن که به چین سفر کرده این اظهارات را امروز پنجشنبه 6 اردیبهشت بیان کرد. وزیر خارجه آمریکا در دیدار با دبیر محلی حزب کمونیست گفت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به گفتگوی مستقیم و پایدار بین اقتصاد بزرگ جهان بعد از سالها تنش فزاینده پایبند است. بلینکن گفت ما نسبت به مردم خود و در واقع نسبت به جهان تعهد داریم که مناسبات بین دو کشورمان را مسئولانه مدیریت کنیم. دبیر حزب کمونیست چین در شانگهای از بلینکن استقبال کرد و از اهمیت تجارت با آمریکا برای این شهر سخن گفت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در تازه‌ترین گزارش خود از حملاتش به مواضع شبه نظامیان حوثی یمن اعلام کرد که 4 پهپاد و 1 موشک ضد کشتی این شبه نظامیان را هدف قرار داده است. سنتکام روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که روز چهارشنبه فرماندهی مرکزی ایالات متحده با موفقیت 4 پهپاد را بر فراز مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن منهدم کرده است. بر اساس این گزارش ساعتی پیش از این اقدام سنتکام یک کشتی ائتلاف با موفقیت 1 موشک بالستیک ضد کشتی را که از مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن بر فراز خلیج عدن پرتاب شده بود هدف قرار داد.
سنت کام افزود که احتمالاً این موشک کشتی ام وی یورپ تاون را هدف قرار داده بود که تحت پرچم ایالات متحده و متعلق به این کشور است. همچنین این کشتی دارای 18 خدمه آمریکایی و یونانی است. سنت کام نوشت که هیچ تلفات یا خساراتی از توی کشتی های آمریکایی، کشتی های ائتلاف یا کشتی های تجاری گزارش نشده است. پارلمان اتحادیه اروپا مقرراتی را تصویب کرد که طبق آن خشونت جنسی و خانگی در آینده در سراسر اتحادیه اروپا شدیدتر مجازات خواهد شد. مقررات جدید از کشورهای عضو می‌خواهد که جرایمی را که یکسان هستند به طور مشترک در قوانین کیفری خود بگنجانند. اکثریت نمایندگان پارلمان اروپا در استراسبورگ به ماده‌ای رأی دادند که بر اساس آن آزار و اذیت سایبری، ازدواج اجباری، ختنه زنان یا ارسال تصاویر خصوصی بدون رضایت فرد در سراسر اتحادیه مجازات یکسان خواهد داشت. علاوه بر این، افراد آسیب دیده باید به خانه‌های امن دسترسی داشته باشند. دولت‌های عضو موظف به آگاهی رسانی از جمله در این زمینه‌اند که رابطه جنسی بدون رضایت طرف مقابل جرم محسوب می‌شود. شورای زنان آلمان از این گام استقبال کرد. سیلویا هالر عضو هیئت مدیره این شورا گفت خشونت علیه زنان و دختران گسترده ترین نقض حقوق بشر است. وی دستورالعمل جدید اتحادیه اروپا را یک نقطه عطف برجسته برای محافظت در برابر خشونت دانست، اما از جای خالی جرم تجاوز جنسی در آن به شدت انتقاد کرد. از جمله کشورهایی که با گنجانده شدن این جرم مخالفت کرده کشور آلمان است. منتقدان میگویند که عدم گنجاندن این جرم در قانون جدید برای بسیاری از شهروندان اتحادیه اروپا که قربانی این جنایت می شوند به معنی این است که آنها باید همچنان به اثبات خشونت فیزیکی و تهدیدهای مجرم ادامه بدهند. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. خبرها را دنبال می‌کنیم. با
بارندگی‌های شدید روزهای اخیر علاوه بر اینکه به زیرساخت‌های شهری و روستایی و خانه‌های مردم خسارت‌هایی وارد کرده، بسیاری از مکان‌ها و خانه‌های تاریخی نقاط مختلف ایران را هم در معرض خطر تخریب قرار داده است. به تازگی ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده که نشان می‌دهد سیل و آب گرفتگی در شهرستان زواره استان اصفهان به تخریب یکی از خانه‌های بافت تاریخی این شهر منجر شده است. برخی بناها و آثار تاریخی در استان‌های کرمان، یزد، اصفهان و سیستان و بلوچستان هم در پی بارندگی‌های سیل‌آسا در استان ویرانی قرار گرفتند. بر مبنای گزارش‌های محلی، وسعت تخریب در استان سیستان و بلوچستان به حدی بوده که 60 اثر تاریخی این استان آسیب دیده است. محمد هادی تهرانی، مدیر کل میراث فرهنگی استان سیستان و بلوچستان، تخریب شدید بناهای تاریخی در پی سیلاب‌های اخیر را تایید کرد و گفت که به بناها و آثار تاریخی این استان بیش از 184 میلیارد ریال آسیب وارد شده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با امضای لایحه جدیدی بایدنز شرکت چینی مالک تیک تاک را ملزم کرد تا ظرف مدت 9 ماه تمام سهم خود را در این پلتفرم واگذار کند. لایحه مورد بحث در بخشی از بسته کمک 95 میلیارد دلاری آمریکا به اوکراین، اسرائیل و تایوان گنجانده شده که بایدن آن را روز چهارشنبه امضا کرد. بر اساس متن این لایحه، شرکت چینی بایدنز 9 ماه فرصت دارد که کلیه سهام خود را به مجموعه دیگری بفروشد. از سوی دیگر در صورتی که مالک تیک تاک در این مدت نتواند سهم خود را واگذار کند، دسترسی به این شبکه اجتماعی محبوب در سراسر آمریکا ممنوع خواهد شد. این کار به معنی آن است که فروشگاه‌های ارائه برنامه‌های موبایل مانند اپ استور اپل و پلی استور گوگل از ارائه این اپلیکیشن به کاربران آمریکایی منع می‌شوند. بینندگان هشمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر می‌کنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.